به عزرت هشم ایتبارخ شیور تومبر دمورامونو ادامه میدیم. پرک شلیشی هستیم برای رفواشنمای ملکیل بن سورایا و همچنین یعقوب خیم بن خانم آقا به توخ شهر کل خود امو اسرائیل اینا رفان الله هم رخمی خواه ربیم به ما سفر کادوش تومبر دبورا ربی مشه کردوورو رمک میگه راجب خخما در این پرک سبومی میخوین راجب سفیرای خخما که چیزایی که از این سفیرا یاد میگیریم که گفتیم دو تا طریقه داره، دو تا پانیم داره، دو تا صورت داره، یکی صورتی که پونه الهکتر بالاتر از خودش و دیگری صورتی که تماشا میکنه به پایین تر از خودش و ما راجبش اینجا خونیم شر دادیم و میریم اینجا قسمت بعدی به اود میدرخ حخخمال لیوتا مشکخت الکل همه ציות מפני שהוא המחשבה החושבת על כל הנמצאות. میگه باز موضوع دوم که هستش در مورد سفیرای حخما این هستش که نظر بندازه به تموم خالقاتی که زیرش هستن، تموم מציות که ازش به وجود اومدن، آفریده شدن. چرا میگه؟ چون که این مخشبایی هستش که حخوشبت که همیشه حخما و مخشبا یعنی یه موضوع هستن. خخمای هشم همیشه در فکر موجوداتی هست که آفریده و علیه ها نمر لو مخشبوتای مخشبوتای خیم و راجبش پاسوک به ما میگه که حکادش باروخو میگه طریقهی که من فکر میکنم طریقهی نیستش که شماها فکر میکنید، طریقهی نیست که اندیشه و فکر انسانها سیستمش که کار میکنه به اون روند نیستش، فرق میکنه. حکادش باروخو مخشباش دوری نیست که ما فکر میکنیم، هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم که دو مخشبوتای مخشبوتای خیم که نمیدونیم. نابی مینویسه تو سفر یشعیا توی هفتارا میخونیم، هفتارای شبات شوبای نمیخونیم که دو مخشبوتای مخشبوتای خیم و همینطور هم نوشته با خشب مخشبوت اشر انی خوشب علی خیم. یعنی میبینیم پاسوکایی که حکادش باروخو میگه که با یاخو راجب خودش که من فکر میکنم، که من دارم راجع به شما فکر میکنم، یعنی میبینیم این یعنی مخشبا برای هشم هست که منو گفتیم اکش بارکو شعور قبلی گفتیم که کخ آلا به مخشبا لفانایی که بریت ها اولام دو تا ستپ داشته، یکی اول به مخشبا و بعدش به معسه که ما گفتیم تیشره و بعد هستش نیسان. این کانسپت موضوع مخشبا رو ما چندین و چند جا میبینیم. پس میگه والیان مرگ لو مخشبوتای مخشبوته هم مختی به خاشب مخشبوت در کتاب شمون هستش این پاسوک به خاشب مخشبوت لبیلتی یدخ میمنونی داخ. یعنی حکش بارخو نقشه هایی میکشه، کارهایی میکنه که هیچ کس ازش دور نشه. یعنی چه؟ یعنی که هیچ نشامایی به هدر نره، از بین نره هیچ نشامایی. میدونید که بدترین کاری که آدم میتونه بکنه به نشاماش اینه که خصف شالوم بگه که بدنشو بسوزونن. این بدترین کاره. رب مردخای الیاهو میگه کسی اگر میشناسه کسی که میخواد این کارو بکنه و کسایی که این توصیه ها رو میکنن، این وصیت رو مینویسن به خانوادهشون که بسوزونن بدنشونو، میگه بدونید که نشاماشون منفجر میشه. میگه انقدر نشاماش بعدها زجر میکشه که نمیتونه تخیت همتین داشته باشه. که این یعنی کسایی که این کارو میکنن منکر تخیت همتین هستن. رب علی لوین که میدونید میشده خاتان پدر بزرگ هرب الیاشیو، پدر بزرگ هرب الیاشیو بوده لشم و آخرای زندگیش لشم که معروف اسم کتابش هستش، آخرای زندگیش این مکوبال بزرگ متاسفانه نابینا بود و کی کمکش میکرد؟ هرب علی لوین. و زخوت شدش که به مدرگای خیلی بارایی برسه تو عبادت هشم که اسمش شده بوده رب اسیرین، یعنی رب زندانی ها، چون که میرفته با زندانی ها صحبت میکرده و برتشوباشون میکرده و خیلی نزدیک بوده به بدترین آدم ها، میتونسته باشون یک رابطه پیدا بکنه و راضیشون بکنه که برای هشم بیان. یک کوخ مخصوصی داشته خراب اریه لوی و موقعی که فوت میکنه، یعنی قبل از فوتش دستور میده که رو قبلش بنویسن که هرینی مأمین به مونا شلما به تخت همتین. چرا این کار رو کرد؟ چون که میدونست که خیلی از رجال سرهنگا و سرتیپا و هر کسی که میشتاختنش، آدم های خیلی بالا میان برای کبوراش و میان دیدن قبرش که اینو ببینن که هر کسی میاد سر کبرش
اموناش به تخت همتیم قوی بشه. و این چیزیه که اینجا به ما میگه لوی دخ میمنو نیداخ، که هشم کاری میکنه که آدمایی که میخوان دور بشن بالاخره اینا برگردن. لوی دخ میمنو، یعنی هیچ نشامایی به هدر نره. پس یعنی تخلیط خخمای هشم این هست که اینا گفتیم اول پاسوی میگه به خاشب مخشابوت لبیلتی دخ میمنو نیداخ، یعنی که هشم نقشهایی میکشه و مخشابه هایی داره که تخلیطش این هست که خوبی بکنه که هیچ کس نیدخه نشه، که بالاخره برگره. تا حتی مثلا ما میدونیم که گیرگول میشن نشامه‌هایی مثل ترخ، گیرگول میشه توی ایوب سختی بکشه به خاطر اینکه میخواسته به گن عدن برسه هشم و میخواد که به جاهای بالا برسه. و میدونیم که بزخوت ابرام با بینو سباتوبا داشت، که سباتوباش یعنی چنین که پدرش تشوبا کرد ترخ، ولی تمام زندگیش بت‌پرست بود. حالا بعد میمد به صورت ایوب، یعنی ایوب که ایوب یعنی موضوع چی بود که تشوبا بکنه، که بالاخره گیلگول کلمه گیلگول اصلا که متیاش میشه 72 که میشه خسد، یعنی خسد میکنه هشم به طریقای مختلفه که آدما رو نجاتش بده. و اگر شده گیلگول بشه میدونیم، یا اینکه به طریقای دیگه مثلا نوشته که داتان و ابیرام، رمه میفهنو میگه داتان و ابیرام که اینقدر تو این پاراشا میخونیم که اینقدر راشا بود نزد مشربین همیشه میرفتن اذیتش میکردن، داتان و ابیرام کی میشن؟ میشن اون دوتا پاری که میان جلوی الیو حناوی، و الیو حناوی انتخابشون میکنه اینا رو بفرسته، یکیشونو برای نبیه هبل، یکی دیگهشونو برای میزبه یخ هشم، و اینا تیکون پیدا میکنن که الان مطیع کسی بودن که ادامه مشربینو هستش. الیو حناوی که ناوی کامونی یکیم لخو هشم الوکه خواه، اینجا قیام شدش با الیو حناوی مثل مشربینو ناوی بود. و میان الان میان زیر دستش و به حرفش گوش میکنن. پس میبینیم که هشم همیشه نقشه هایی میکشه که آدمه کاملا نشامش از بین نره، ولی اگر آدمه خودش یک کاری بکنه که به زد نشامش، یعنی وضعش خیلی خرابه. گفتیم مثلا مثل این کریمیشن بشه، یعنی که کسایی که میگن بدنشون رو این کارو بکنن اون کارو بکنن، یا این برنامه های چیزای مختلفه. اوکی اوکتی کی انوخی یا دعتی ات مخشبوت اشر انی خوشب علیخم نعوم هشم مخشبوت شالوم بلور لرآلاتت لخم اخرید و تیکبا. درسته اینم پاسوکی تو یرمیا هستش که یرمیا حناوی از جانب هکادش باروخو میگه هشم من میدونم که نعوم هشم مخشبوت شالوم، که من مخشبای شالوم نسبت به شما دارم، من بدی ناتد لخم اخریت به تیکبا، که بهتون امید بدم و اخرت خوب بدم. درست کاخ ساریخ آدم، میگه همینطور هم آدم لیوت اینا پکوخوت الهنهاگت ام هشم لهو ایلا، میگه همینطور هم آدم بایستی چشماشو باز بکنه و حواسشو جمع بکنه که طریقهی که رفتار میکنه با ام هشم که مئیل باشه، یعنی اینکه کارهای سود آور و کارهایی که منفعت داره بوسه ام اسرائیل این کارها رو انجام بده. شیشکی خلکل که آدمها رو به راه خوب بیاره، که لطوا بهشون کمک بکنه، که ما میدونیم در تورا می‌نویسه اگر این که دیدی کی تیره خمور سن آخا رو به سخت مساو بهش کمک بکن، اگر یه چیزی گم شده مال یه نفر پیداش کردی تو بهش برگردون، نگو من وقتش ندارم حوصله‌ش ندارم اینا، نه لو تو خلیت علم اسم تو پنهان نکن. یعنی هشم به چشم داده که ببینی چطور میتونی کمک بکنی به اطرافت. اون مخشباتی یه نال کاره بهنی داخلیم، یه مثل حکاش باروخو مخشبات این باشه که مکرف بکنی اونهایی رو که دور شدن. ما میدونیم کسی که این توی کیروف هست زخوت خیلی بزرگی میگیره. اگه یادتون باشه گفتیم راجبه الیاهو حناوی، که الیاهو حناوی زخه شد به مدرگای بالا رسید چون که مردم رو به خوزر به تیشوبا کرد، که بت پرستا رو برد به خدا پرستی، که گفتن هشم و الوکیم بس و لخشوب علیهم مخشابوت تو بود. تا اون حد این یعنی کیروب مهمه که نوشته که کسی که مکرف بکنه که پیو تیهیه، یعنی این که هشم مطابق دهنش زلل یا کار، کسی که نشامه های ارزشدار رو نشون بیاره بیرون از تو تومعا
هپیفتیه، یعنی که هاشم میگه هر چی که گزرا بکنه مطابق دهن اون من انجام میدم. ولخشاوت ولخشوف علیهم مخشاوت توبوت، و راجبشون آدم مخشاوای خوب داشته باشه که مش هسخل خوشب لتوئلت هنیمتا کولو. میگه همونطوری که سخل هاشم، یعنی سخل منظور اینجا حکدش باروخو هستش، که همیشه در فکر این هستش که چطوری توئلت بیاد بلای برای معصه ها اولام، مخلوقاتی که هاشم آفریده. کاخ یخشوب هو توئلت هخبریم، میگه همینطور هم تو همیشه دنبال این باش که ببین منفعتی که میتونی برسونی، سودی که میتونی برسونی به اطرافیانت، به خبریم، به همسایه ها، به رفیقا، به دوروبری. ویت یاعتس اتسوت توبوت ایم هاشم و ایم اما بفرد و بخلال، یعنی اتسای خوب بده همیشه، اتسوت توبوت که مخشابات خوب داشته باش به ام هاشم و بخلال و بفرد و ال هکدش بارو خوب بگه و ال همسه. به خاطر همینه که تشکر کردن از هاشم چیز مهمیه، میدای خیلی مهمی هستش که ما درست بعد از باروخ شامر هر روز اولین چیزی که میگیم مزمور لتودا. مزمور تودا به جای قربانی توداست، مثل قربانی تودا میمونه که ما خودمون میتونیم بیاریم و مزمور تودا میگیم. خاطر همینه که مینهای یه مرتبه سیدور یوتسی بیروت مال یهودیای لبنانی دستم بود و دیدم که مثل اشکنازی نوشته که اگر بیفته ار پسخ این مزمور رو نمیخونی، چون که قربانی تودا باهاش خامس میومده و نمیتونین به شبش میگه پسخ میشه نمیشه خورد. من دیدم مینهای که مینهای اشکنازی ها رو نوشته و ما میدونیم که برابر بر قربانی تودا، و نمیگیم که واقعا توداست، میگیم به خاطر همینه که ارو پسخ میخونیمش، توی پسخ هم میخونیمش، خلموت پسخ منظورمه و جاش نمیدازیم، ولی کانسپتش همون توداست، قربانی تودا، یعنی که تشکر از هاشم، که موضوع تشکر از هاشم میدای خیلی مهمیه تا حتی برای اون چیزایی که هاشم بهت نداده، تا حتی اون چیزایی که به نظر خودت باید داشته باشی و بهش نرسیدی، که هاشم باید بهت فکر میکنی هاشم بهت بده کاره، باید بهت بده، چرا من اینطوری، چرا اونطوری، چرا این ندارم چون این دارم، اینا همین اینا میگه، باید بگی مزمور لتودا، و خودش سگوله هستش که کسی که بگه مزمور لتودا که از هاشم تشکر بکنه، هاشم بهش اون چیزیو که میخواد بهش میده. اگه مزمور لتودا این مزمور خیلی طولانی باشه از سفس نیست، پاسوکی که همه میدونیم هدو لدونای کیتوب گیل اولام خسلو، آدم میتونه پاسوکو بگه از هاشم تشکر بکن که هاشم کیتوب گیل اولام خسلو، و یوتسه می کسی که این کارو بکنه هدو لهاشم کیتوب اون موقع کیل اولام خسلو، ما پیرو شما قبلا یتیمات گفته بودیم، اون موقع زوخه میشه به خسد هاشم، حسد هاشم که بیشتر باشه. به خاطر دارید که یه مطلبی که گفته بودیم هدو لهاشم کیتوب که میسپرکاتانه یود که واف که میشه 17، میسپرکاتان یعنی میشه اگه صفرا رو بزنیم، یعنی که به جای اینکه یود رو بگیم 10 1، هرو بگیم 5، واو 6 و ه آخرم 5 با هم دیگه، یعنی فقط یودشه که صفرشو میزنیم، اونا دیگه صفر ندارن به هر حال، بس میشه اونطوری میشه 17، میشه توف، میسپرکاتانش میشه توف، هدو لهاشم کی توف، یعنی موقعی که خسد هاشم کمه کاتانه، میسپر کاتانه که میشه 17، درسته؟ کی توف توف میشه گمتریاش چند؟ توف میشه گمتریاش 17. یه موقعی که رو خصلت هاشم که با تو رفتار داره میکنه که مختصر شده و کوتاه شده و کم شده فقط 17 هستش، موقعی که برای اون تشکر بکنی اون موقع کی لعلام خسدو، اون موقع تبدیل میشه به عدد بالاتر، خسد هاشم افزایش پیدا میکنه، موقع از توف میشه خسد، خسد میشه 72 گمتریاش، که اونم گمتریای اسم هاشم موقعی که اسم هاشم گسترش پیدا بکنه، موقعی که بالاتر بره، موقعی که یود رو بنویسیم یود واب داله، قبلا سترش زدیم منو تازه اضافه میکنیم بیشتر میشه یود واب داله، ه ه یود مینویسیمش، ه یود واب واب یود واب که میشه 22 و آخرش هم ه یود، اون موقع حسابش بکنی مثل هاشم که ترقی که هر حرفش تلفظ میشه اون موقع میشه 72 که میشه توب که میشه خسد، یعنی کدول هاشم کی توب، از تشکر کردی برای میدای هاشم که کم بوده، اون موقع
نائل میشی، زخه میشی به میدت هکادش باروخو، به خسد، به وفور، به موقع هشم به بالاترینشو میده، 72 رو میده بهت که میشه خسد. پس به حیوتسه مهناگاه توبا یه نهلینو ال هنهاگاه های شارا، میگه ادامه میدیم اینجا در سفر تومر دورا، میگه از مخشابای خوبی که داشته باشی، میگه این باعث میشه که برسی به معصه. میگه نیست که فقط تو مخشابا بمونه، از مخشابای خوبی که داشته باشی همیشه فکر خوبی بکنی برای کسای دیگه، اون موقع میای کارای خوب هم میکنی، این به معصه میرسه. مخشابا میشه دیبور و بعد از دیبور میشه معصه. ممکنه یه موقع هم دیبور نشه ولی به معصه میرسه، چیزی که تو فکرت باشه بالاخره اون عملش میکنی. درسته یه اصطلاحی هستش به انگلیسی که میگه اگر این که شما یه حرفی رو اشتباهی زدش یه نفر، خیلی تعجب میکنیم چرا این حرف رو زد، میگن چون که این فکره، این مخشابا تو فکرش بوده، این حرفی که زده تو فکرش بوده، مخشاباش بوده که و اشتباه از ذهنش پریده بیرون اینو گفته. و یه لو که مسخل و مخشابا لهنهیگو و نهلو ال همین های حتو به یوشر. میدونید راجع به خشیبوت مخشابا مثلا یه تأسه معکل گگه خاطر تورا نوشته که آدم بایستی برای پشتبونش حسار بذاره، معکل گگه خا. میان بالاترین قسمت آدم یعنی پشتبون، سه پشتبونه خونه کجا هستش؟ سر آدمه، سر آدم. و اونجا میگه تورا معکه درست بکن. معکه میشه کاشه، کاشین، هیروره، عبرا، از عبرا که از خودش عبرا بدتر هیروریم، که آدم نبایستی که هیروریم دائم داشته باشه، حسار بذار روی سرت که مخشابایی بد نداشته باشی. و اینجا بس میخونیم، اینجا میگه به یک لوک مسخل و مخشوال هنگولن الو الهمین هاگ حتو به یوشر. میگه و اینطوری آدم به طریق رفتار درست میرسه، موقع کردارش درست باشه، کم مخشوال هلیونا هم یشر ده آدم هلیون. میگه همینطوری که مخشوال هلیون هشم همه دنیا ها رو نظم و ترتیب میده، میشر میکنه آدم هلیون. میگه همینطور هم پس آدم و به اون طریقه رفتار بکنه. بیایم اینجا به عزرت هشم بریم قسمت بعدی از سفر تومر دورا. و اد هخاخما مخیه هکن. میاد اینجا الان موضوع خخما رو از یک جنبه دیگه خخما شهر میده. یه ما میدونیم خخما یک کار دیگه که میکنه، پاسوک مینویسه هخخما تخیه به آله ها، که دفتیب اینجا از پاسوک کوهلت میاره که حخما زندگی دهنده هستش و خیوت میده، زندگی میده. حخما تخیه به علیه ها کاخ یهو موره خیم لکل ها اونا. یکی از کارهای دیگه که حخما میکنه، یک جنبه دیگه میدای حخما هستش که زندگی میده، که خیم میده. همونطور که میگه پاسوک حخما تخیه به علیه ها، یعنی کسی که حخما داره این جون میگیره، زندگی میگیره، یعنی هشم یتبارخ با خخماش زندگی میده. پس که همینطور هم یهیه کاخ یه موره خیم لکل ها اولام و گورم لهم خیه ها اولام ها زه و خیه ها اولام ها با و ممتی لهم خیم زه هکلال یهیه نوبه خیم لکل. یه همینطور هم تو زندگی دهنده باش به همه دنیا و بهشون زندگی این دنیا رو بده، اولام هزه و اولام حبا. ما میدونیم معلم آدم توی گمارای بابا متسیا می نویسه که اگر این که یه چیزیش گم شد و پدر آدم یه چیزیش گم شده بود، شما الان میری توی خیابون میگی من خب کجا برم، این خیابون که احتمالش از گم شده پدرم اونجاست، یعنی که اون یکی خیابون اون منطقه که احتمالش از گم شده معلمم هست، حلاخا میگه برو جایی که معلمت جنسشو گم کرده. چرا؟ چون که معلمت کاری که داری میکنه، معلم اینجا داریم البته تورا میگیم، مبیوم هم کاری که معلمت میکنه برای تو دو هم داره به تو علام حزه رو میده هم علام حبا رو، ولی پدرت فقط تو رو عبرده علام حزه. البته این استثناء داره که فکر کنم همه دیگه امروز این استثناء رو دارن. چرا؟ چون که معلمه از کی داره سالاری میگیره، کی داره بهش حقوق میده که بتونه معلم بشه،
به پدرت. پس پدرت این معلم رو برای تو تعیین کرده و مهیا کرده، پس پدرت واقعا معلمت هم هستش. پس فرق میکنه، از امروزه فرق میکنه. به غیر از اون، اونم هستش که راو موبهاک، راو موبهاک یعنی همه چیزش ازش یاد گرفته. این موضوع هم هست، ببینید واقعا لمعسه میگم کم میشه این حلاخه باشه. یعنی آدم باید اول بره دنبال اون گم شده پدرش، چون که پدرش هم معلمش رو براش تهیه کرده و هم میده و پدرشه و علم حباش هم داره بهش میده. ولی اگه اومدیم ما همچین موردی باشه، کانسپتی باشه، همچین موضوعی پیش بیاد، برای به ما حلاخا میگه بدون که کسی که به تو علم حزه و علم حبا رو میده با هم دیگه معلاش بالاتره. و برعکسش هم هست، خصف شانوم کسی که بیاد یه شاگردی از یشیوا بکشه بیرون، میبینه داره این شاگرد مذهبی میشه، باروخ هشم داره شمر میتسوت میشه، شمر شبات میشه، همه چیز رو نگه میداره و ناراحتش میکنه. ناراحته که چرا مثل نمیدونم این نیست، مثل اون نیست، چرا داره به راه رسوب به خانواده رفتار نمیکنه. و به جای اینکه خوشحال باشن که این باروخ هشم یکی از خانواده رفته میخواد ربایی بشه، میخواد تورا بخونه، میاد هر کاری شده میکنه که اینو بکشه بیرون. خب این همچین کسی گناهش بدتر از کسی که یه نفر رو کشته. نبدونید گادول هم مختیو یوتر من هورگو، اگر با این کاری که کرده بیاره از اشیوا بردش بیرون، این باعث شده که این دیگه دین و مذهب رو یاد نگیره و تو راه تورا نره و پیشرفت نکنه تو تورا و میتوت، بدون که گناهت بدتر از کسی که اینو کشتی. گادول هم مختیو یوتر من هورگو، ما اینو از کجا یاد میگیریم؟ گمارا میگه از بنوت میدیان، که میدیانیا رو تورا میگه بزنید بکشیدشون، همین موآویا رو، همین طور موآویا رو قبولشون نکنید، چون که بنوت موآب بودن، تو میدیان باشون جنگیدن زمان موشه رابنو، و موآویا رو تورا میگه هیچ وقت قبولشون نکنید. چرا؟ چون که دخترای موآوی بودن که امیسرائیل رو به گناه کشوندن، ولی مصری میتونه بیاد بعد از دو تا جنریشن، جن سومی میتونه وارد بشه، میتونه گر بشه. مصری‌ها کشتن ام اسرائیلو توی پاراشای خوندیم که بچه‌هاشون رو تو آب انداختن، کاری که دیگه که کردن تو هر روز پرو 150 تا صبح 150 تا شب شخیتا بکنه بچه‌ها رو. ولی هنوز تورا میگه با مصری‌ها بد نباش، قبولشون میکنیم، لوت تائف مصری. ولی موآوی رو میگه هیچ وقت باهاشون خوب نباش، قبولشون نکن، از گر خواستن بشن. چرا ماویا چیکار کردن؟ مختیو گناهکارشون کردن. میدین گادول هم مختیو یوتر مینه هورگو، به کسی که گناهکار بکنه خیلی بهتره تا کسی که طرفو به جسمن بکشه، چون که مختیو هم این دنیا رو ازش گرفته و هم دنیای عالم حبا رو. و کسی که یه نفر رو خصف شانون بکشه فقط این دنیا رو ازش گرفته، بعدش عالم حبا داره. و مثلا اگر به خاطر این که یهودی بوده کشته شده که کیدوش هشم هم تا حتی داشته و گن ادن و علام حبا همین را داره و درجه خیلی بالایی از علام حبا. اتفاقا یک داستانیش من شنیدم اخیراً که یکی از اینایی که کشته شده بوده به خاطر یهودی بودنش، بعد توی خواب میاد به رفیقش و میبینه توی خواب این داره با شرف میزنه حلاخا بلده. یا میدونم تو بلد بودی و چیزا، ولی نمیدونم تو این حد حلاخا بلدی. میگه آه، میگه میدونی منو کجا گذاشتنم؟ منو گذاشتنم توی یشیوای ربی اشمائل بن الیشا. ربی اشمائل بن الیشا یکی از 10 هروگ ملخوت بودش، و چون که اون طرف هم به وسیله همون موضوع به خاطر همین که یهودی هستش کشته شده بود، میگه الان من رسیدم جایی که میگه الان دارم شولخان رخ میکنم. میگه همش اینا، میگه یه شولخان رخ حلاخا این سیف اینو نوشتم اونجا، اینو نوشته و اینو که باقی شده دیگه من رسیدم اونجا. بعدم می پیش خودش فکر میکنه، میگه چرا باید برسه اونجا؟ میگه حتما به خاطر اینکه به همچین درجه رسیده که اونم همینطور به خاطر کیدوش هشم فوت کرده. رای به رب و تای. پس این چیزی که اینجا ما میبینیم، میگه مخشابای آدم این باشه که ببینه چطوری خیم بده به کسای دیگه، که ما گفتیم خیم دادن میشه یعنی تورا تدریس کردن که تورا نامیده شده خیم، و هم موضوع های علام حزه اگر کمک بکنه، بیکور خونیم یعنی به کسایی که نمیتونن از خودشون بپزند غذا داشته باشن، یا هر چیزی، موضوع های
دنیوی، پوشاک و اینا رو بهشون برسه که زندگیشون رو تو این دنیا بهتر بکنه. خیلی اولام حضر بهشون بده، میگه این اینن خخمه هستش. اون ممتی لاهم خاییم، میگه کسی که تولید خاییم بکنه، زندگی بکنه. یه زکلال یه نوویه خاییم لکل، یه مثل یک چشمه خاییم بده، زندگی بده به همه مخلوقات. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.